دادگاه ولایت اومسک روسیه روز 3 ینوار سال 2023 یک مرد 39 ساله زاده تاجیکستان را بر اساس دو بند کودکس جنایتی روسیه با جرم بندیتیزم و روزنی گناهگار شناخته به 8 سال و 9 ماه زندان محکوم کرد. محکوم شده آخرین عضو گروه جنایی عبارت از 3 زاده تاجیکستان بود که در سالهای 2013 و 2014 هموطنان خودشان تاجران تاجیک را در شهر اومسک به قبل دولت بسته بودند. دوز و دیگر این بند تاجیکو قبلا دستگیر گردیده یکی از 15 سال زندان و دائمی به 9 سال زندان محکوم شدند. شریک آخرین اونها ماه دکمبر سال 2021 بعد چند سال اشتراک در دست کم سه اولت روزانی و تماجوی از تاجران تاجیک با این امید به اونز برگشت که فکر میکرد که اعمال او علاقه فرامو شده است، ولی او را برابر اومدنش دستگیر کردند و تفتیش پروندهش را از سر گرفتند. خود محکوم شده برای شر قضیه دسترس نیست، ولی بنا به خلاصه تفتیشات و دادگاه او سال 2013 با وعده یک خویشاوندش به این گروه جنایی پیوسته است. آنها به خود سلاح داشتند و با تعدید و لتوکوب و حتی کشتن تاجران و خویش و تبار آنها از تاجران تاجیک در اومسک دولت طلب میکردند که هر ماه به آنها مبلغ معینی را همچون حق بسپارند. در عموم آنها در سالهای 2013 و 2014 توانستند از دست کم دو تاجر تاجیک مبلغ قریب 600 هزار روبل را تصرف کنند. الکسی کماندیکوف سردار خدمات مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت اومسک در شرح این پرونده پر سر و صدا گفت از جمله از اعمال جنایی آنها در سال 2013 و 2014 تاجران زاده تاجیکستان جبر دیدند. جنایتکاران با تعدید با کارد و پیستولت از جبر دیده ها طلب میکردند که هر ماه برای پشتیبانی با آنها پول میدهند. در صورت قبول نکردن این طلب جنایتکاران به تاجران فشار جسمانی و روانی میآوردند و چندین بار تاجران را لاتوکوب کردند. به همین دلیل جبر دیده ها از طرز مدت طولانی به مقامات حفظ حقوق مراجعه نکردند، اما در نهایت تاجران بیچاره مجبور شدند که به پلیس مراجعه کنند و اینک هر سه عضو این بنده به نام بنده تاجیکو دستگیر و محکوم به سالهای طولانی زندان شد. هر سر چند وقت گزارش های گوناگون روسیه درباره بازداشت اعضای چنین به نام بنده تاجیکو خبرها به دست می رسند. از این خبرها برمی آید که بنده های تاجیک در روسیه زورشان فقط به هموطنان بی‌صاحب خودشان می رسد.